میدونید دوستان من، بعضی ها حرف غلط رو دوست دارن بشنون. علامه طباطبایی میفرماد اینا میدونن غلطه و میپذیرند و هی گوش میدن و هی گوش میدن. یه نوع بیماری روانیه. میگه نبی نداره، ما میریم گلوله باران میکنیم، بعد چو میندازیم، میگیم کار خودشون بود. بالاخره یه مش احمقم حرف ما رو میپذیرن. الله اکبر، رو چیا حساب کردن؟ بذارید یک آیه قرآن برای شما بخونم. در مورد گروهی میفرماید اینها سماعون للکذب هستن، اینا خیلی حرف دروغ دوست دارن بشنون. علامه طباطبایی میفرماید خودشون هم میدونن درست نیستا، اما علاقه دارن به حرف غلط. فاطمه زهرا به مردم مدینه فرمود ای کسانی که المسرعت الی قیل الباطل، حرف غلط میشنوید زود اونو میپذیرید، حرف حق میشنوید نمیپذیرید. مثلا بعضیا طبعشون بیماره، باید اینها به روانشناس ها مراجعه کنن، سویه شناختی دارن. حرف غلط بشنون به طبعشون میاد. بعد نکته بعدیش اینه، سماعون للکذب مقدم شده بر اکالون للسحت. حرام خوری رتبه بعدیه، حرام گوش دادن رتبه اول در این آیه قرآن. امام حسین تو کربلا فرمود حرام خوردید که حرف منو نمیشنوید، ولی فاطمه زهرا تو مدینه اینو نگفت، فرمود شما حرام شنو هستید، حرف غلط میشنوید دوست دارید بهش تمایل پیدا کنید. واقعا دشمنان ما بر یک عده قلیلی سرمایه گذاری میکنن، میگه میریم حرم و گلوله بارون میکنیم، میگیم کار خودشون بود. آقا کی از شما میپذیره؟ میگه بالاخره یه عده میپذیرن. آقا این عده خیلی کمن. میگه آقا ما با همین یه عده کم سر بقیه رو میبریم. مردم آسایش میخواید، برید اون یه عده کم رو متقاعد کنید، از خواب بیدار کنید. همون جهاد تبیین، دانه دانه برید. مردم شیراز، مردم تهران، مردم ایران، چند نفرتون در خانه های این و اون رو زدید؟ کسانی که میدانید حرف شما را نخواهند پذیرفت، با زن و بچه رفتید در خانه شون رو زدید، بگید بیاید صحبت کنیم سر حق و باطل. چند نفرتون؟ فاطمه زهرا 40 روز با پهلوی شکسته دست حسنین رو گرفت، علی همراهی کرد، در خانه انصار رو رفت یکی یکی زد. شما لازم نیست الان خون بدهید برای حفظ رهبرتان، این مال دوران دفاع مقدس بود. 200,000 شهید دادیم برای تبعیت از امام. الان اقتدار ما خیلی بیشتر از این حرف هاست. شما اینقدر مظلوم و غریب نشدید که بخواهید برای رهبرتان خون بدهید، برای رهبرتان قیام کنید، که خیلی قبل از این جهاد تبیین را واجب فوری عینی اعلام کردند. مگر تو رهبری از آینده خبر داشتی؟ مگر تو از این توطئه ها خبر داشتی یا به قلبت الهام شده بود که مؤمن مخلص به قلب او الهام می شود واقعیت ها؟ اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على السنتهم. مگر تو می دانستی وقتی وضعیت حرکت جامعه به سوی پیشرفت سرعت پیدا کند، یا به گویی ها فراوان می شود و بر تک تک ما واجب می شود جهاد تبیین؟ نه واجب کفایی. دفاع مقدس واجب کفایی بود، دفاع حرم واجب کفایی بود، جهاد تبیین واجب عینی است. تک تک شما هر کدام چه کرده اید؟ واقعا دشمنان ما بر یک عده قلیلی سرمایه گذاری می کنند. آقا این عده خیلی کمن. میگه آقا ما با همین یه عده کم سر بقیه رو میبریم. مردم آسایش میخواید، برید اون یه عده کم رو متقاعد کنید، از خواب بیدار کنید.